زمان طالب جانای خود را از دست داده، چی نیروهای نظامی که بالاخره یا به علاقه خاص به وطن یا روی نهایت مجبوریت رفته لباس سربازی به تن کرده و سرشان طالبا بریدن. ده ها نفر دست جمعی بدخشان ما دیدیم که 40 نفر یک جا سرشان بریدن. امید در بسیاری ولایات مردم ملکی که انتحار انفجار کردن، اینا در سفارت آلمان کسایی که صدها افغان جان خود از دست داد، اونا رو هیچ وقت باید ما شما فراموش نکنیم و نگذاریم که قاتلینشان سر ما حاکمیت کنن. نشانه رفته باز هم تفنگ های تازه ای کشانده می شود وطن به جنگ های تازه ای چگونه زندگی کنند غزال های این چمن که می رسد یکی یکی پلنگ های تازه ای وطن دوباره می شود اسیر زخم و خون و غم پلان اگر که پخته شد به رنگ های تازه ای الا شریک باورم الا رفیق سنگرم مباد ذهن تو در جفنگ های تازه ای بس از شیشه بودند کمی شبیه سنگ شو تو صاحبی تفنگ شو تو قهرمان جنگ شو خوش آمدید بگم و بسیار جای خوشی است که امروز ما مردم در این زبان وکیلی هستیم که او تنها و یک ولایت فکر نمیکنه بلکه وکیل تمام مردم افغانستان است. سلام عرض میکنم با مردم عزیز بامیان که پذیرایی گرد کردن که واقعا بار مسئولیت به شانه های ما بسیار سنگین در سفر در ولایت بامیان چقدر قربانی گرفتن از انسان های بیگناه که در آمدیم با چند جای قبرهای دست جمعی را گفتن اینا را سر بریدن تا قربانیان یک اولنگ که ما گرامی بیداریم یادشان ها و هرگز تا محاکمه نکشاشتنه این جنایتکارا آرام نمیشینیم نمیبخشیم تا بت‌های بامیان که هیچ گناهی هیچ تقصیری نداشتند و خاطر اینکه یک مرکز توریسم شد برای یک درآمد بر افغانستان بوده باشه با فرمایش پاکستان از بین بردن به خانم نفیسه خانمی که واقعا حاضر شده پول حج رفتن خدا به خاطر شما مردم بده که ما امیدوارم تمام دیگاه یاد بگیرن یعنی هر کس که اگر سنگر در افغانستان بمونه هزاره اندازه 1000 حج ثواب میبره و ما ایران پذیستم که چطور خانم نفیسه اینجا رو پیدا کرده از ما کرده بود یک کشور خارجی بیشتر پیدا کرده و ما هم به تعقیب قدم های از او امیدوارم که بتانیم که سرک و پلچک های دیگه ای که هسته آباد بسازیم به این مردم یا معرفی بگیریم به کسای دوستایی که مثل
حفیظه جان پیدا شد و در بازسازی از این ولایت سهم بگیرن. ما خانم بلقیس روشن در ولایت بامیان ولسوالی یکاولان خوش آمدید میگوییم و بعد چند قطع شعر در دوره میهن و هموطن آماده کردیم و سمع شما میرسانیم. دخت و میهن کس نگفت کاری من است، کس نگفت این جور کردار من است، کس نگفت این جور کردار من است. افغانستان خانه مشترک همه ما شماست و بامیان یک از ولایت های باستانی و تاریخدار افغانستان هستند که آنچه حق مردم بوده واقعا که نرسیده، خرد و برد شاید زیاد شده باشه، شاید امکانات بسیار زیاد به نام شما مردم آمده باشه تا اینجا، اما یک مشت آدم تیکدار، یک مشت آدم زورمند که بیشترین جنایات یا بیشترین دور نگه داشتن مردم از حقشان به دستشان بوده گرفته باشه و خورده باشه و امکانات که برای خود ساخته در شهر بامیان هم ما دیدیم و از زور و زورمندی که داشتن هم از دوستا شنیدیم، از مردم عام شنیدیم. واقعا که ما میتونیم که فقط با اتحاد خود حق خود به دست بیاریم و با گرامی داشت از یاد شهدای یکاولان و شهدای جنبش روشنایی، شهدایی که در جنازه تشییع جنازه خیوه شد و همون تو ده ولایت تمام که اگر ما نام بگیریم قتل عام های بسیار کلان شده و قاتلین شمون کلان کلان میگردن. اینا تمامش درسی است و آموزشش که ما شما باید بگیریم که هیچگاه فریب این مردم نخوریم، هیچگاه به مسائل ملیتی و قومی که اینا دامن میزنن باور نکنیم، چون اینا منافع خود فقط میخواهند، روز با هم جنگ دارن، شب باز یک جا میشینن پلان میکشن که چطوری مردم فریب بدیم. اگر میگن ولایت فرا نامن است، اگر میگن ولایت کنر نامن است، اگر میگن ولایت بدخشان، حداقل ولایت بامیان که بسیار ولایت امن نیست، که بسیار به خودم هم جالب بودن، این علت عمدیشی نیست که حکومت بسیار حاکمیت قوی داره یا نمیخواه، این علت چیست که مردم طرفدار جنگ نیست، مردم طالب با او فکر سیاه و بنیادگراش نمیپذیره، یعنی خود مردم اتحاد دارن و جرات نمیکنن که در قریه و قصبیشان کس داخل شود، اما وظیفه‌ای که حکومت باید انجام میداد اندکترین کار نشده، غیر از دو سرک که داخل شهر بامیان جور شده، امروز ما طرف بند امیر رفتیم با اون شکل بسیار فجیع خراب است، مثلا امروز طرف یکاولنگ آمدیم داخل شهرش که دقل باید اسفالت میشدی حق مردم بود جور نشده. خدمات در روبرو انجام بده، چون یکی دعاست که انسان ها میگن خدا کنه که شفای پیدا کنند، یکی عمل هم میبینند که هیچ چیز در خانه نمیتاند، تمام اتکایش یا امیدش به دکتر است، به شفاخان است که میاد. واقعا جایگاهی که دکتر دارن در دنیا بسیار با ارزش است و اونطور در جایی که اونده ما گفتیم بریم باش تحصیلات عالی فرانتو نگفتیم میبینیم معارف اگر دانستیم میشه، گرچه مکاتبش مشکل است، اما این دو جایی است که ما علاقه داریم، در ولایت که رفتیم یا در میشه که میرم یک بار دیده نادقل با قدردانیشان یا با یک تشکر در خود وزیبای و جایب چی خود میدارم که برم ببینم به ملت شما امروز زحمت دادیم بار بیتر است وزیبتان چه مفر سرداریم کار میکنه اون بهتر از سال بیتر کس های برستگی میتونم شما خوب هستن؟ سرد شما شما چی تکیم کنم؟ پشت سر بیتر شده؟
دکتر صاحب حتما برسید. دکتر صاحب به یکی دیگه کارشون کلشان اومد چهل نفر بوده ایم. چهل نفر بوده. چهل نفر دو جای یکی نیم چه بود یکی نیم دو کارش کرد یکی نیم یکی نیاد. سلام عرض می کنم به تمامی مردم مهربان، مردم آگاه و مردم متحد که در سرزمین بامیان زندگی می کنند. امیدوارم که روز برسد که جایگاه اصلی خود را یک بار دیگر بامیان و مردم بامیان به دست آورد و جایگاه باشد که تمامی مردم افغانستان بتوانند راحت آرام بیاین و از دیده ها و گوده های بامیان دیده کنند. پیچیده در جان مردم، مردم اینقدر به هم اندفته از لحاظ قومی، سمتی، ملیتی، مذهبی که بسیار راحت میتونه خودشان حاکمیت کردن و آقای بچه های خود میراثی جانشین خود میخواهند بکنن. بنابراین وظیفه ما شما وظیفه بسیار مسئولیت بسیار سختی است. در این شرایط ایرا ما وعده میتونم شخصا که باعث سخنگوی شما صدا بلند کنیم، اما همونطور که حمایت بعد از مخصوصا لوی جرگی که قاتلین فرزندای مردم افغانستان آزاد میکرد، حمایت مردم افغانستان این را ثابت ساختند که مردم ما بسیار آگاهی زیاد دارند. آگاهی رسته و که اتحاد هنوز هم که باید داشته باشیم ما شما نداریم.